اتحادیه افغان ها از سال 1996 بدین سو در خدمت افغان ها قرار داشته و عملکردهای مختلفه را اساس کار خود قرار داده است. در قبال تمرینات و کارگاه های مختلفه جهت پیشبرد ضروریات افغان ها ایجاد کرده و در ضمن روابط باهمی را بین ارگان های مختلفه نیز ایجاد نموده تا افغان ها از کمک های دولتی که از طریق حکومت ایالتی و حکومت فدرال و دیگر مؤسسات ارائه می گردد مستفید شود. ما به نمایندگی از کادر رهبری و منعیس متصدی برنامه مایکرو انترپرایز کوشش نهایی می نمایم تا خانم ها و دوشیزگان را جهت کاربرد ها و تنظیم میتود های اقتصادی و حسابداری تربیت نمایم و در این حال بانها توانایی های مدیریت و اعتکاب خود را مطرح نموده. من 4 سال است که به افغان کالیشن آمدیم. پیش از او کار میکردم و جاب خود را دست دادم. بسیار در دپریشن بسیار شدید بودم. اینجا که آمدم رونا جان سیما جان مرا بسیار کمک کردن و واقعا یک گریه برم پیدا شده بود. بازم اینجا که میایم ساعتم هم تیر است و بشق جلوری ساتم تیر است و جور میکنیم اگان چیزا مید اونا خود 10 سال است که اینجا هستن. بعد از هم سیما جانشان بسیار ما رو کمک میکنه که اگان نیز میگیرن بر ما و ما میبریم همین چیزایی که جور میکنیم مردم خوش میکنه و خصوصا امریکایی ها زیادتر خوش میکنن. بسیار خوش هستم که خیاطی میکنم و علاقه خاص دارم در خیاطی. می خواهیم که امیر پیشه کنم و کل خانم ها بیایم اینجا که تیما هم کار شوند افغان ها که همو غم دردشان هم گم شوند به وقت خوش یکی دیگر کمک کنیم دست یکی دیگر بگیریم تا بتانیم که یک 4 نفر افغانستان کمک کنیم بیوه زنا را دیگر نفرها را دیگر. من از سال 2002 هم رای افغان کالیشن هم کاری دارم. در پالوی از او کار بیرون هم داشتم و متاسفانه از وقتی که از فکر میکنم از سال 2010 من دیگه کار نکردم. اولادام کلان شدن و تنها ماندم در خانه و خوشبختانه که کار آشپزخانه کمیونیتی شروع شد و من خبر شدم آمدم رسیدیدم که همه خواهرای ما در اینجا حصه دارن و ما یک دفعه ای پروگرام جریان داره در فریمانت است و خوشبختانه خانمایی که هستن در اینجا واقعا غذای بسیار صحی از نگاه هلت اینا برای کسایی که شکر دارن و برای کسایی که کلسترول بالا دارن و تکلیف قلب دارن به قسمت نمک ایناش غذای پخته میشه. نظر من ایست اگر هر کسی این پروگرام میبینه یا خبر میشه ایسه بگیرن فایدهش زیاد است اما ساتشانم تیر میشه معرفی میشن دیگه خواهرای افغانم. این آشپزخانه اجتماعی یا کتلوی به همکاری نیویورک پیزا که در شهر فریمان واقع دارد نه تنها یک مرکز تجمع به خاطر یاد گرفتن غذاهای گوناگون افغانی است، در ضمن در این مرکز تبادل افکار فرهنگی و بازگویی قصه های عامیانه نیز صورت می گیرد. ز دکتر رحمان شاه مومند افغان کوالیشن که در افغان منتل هلت پروگرام سر کار کنم. اتحادیه افغان ها برای همگان مشوره های فنی و تخصصی نه تنها در قسمت درمان های روانی بلکه مشوره های قانونی برای افرادی که تحت ستم و خشونت های خانوادگی قرار دارد عرضه داشته و این مشوره های تخصصی برای افراد امکان دارد در مراجع دیگر میسر نشود. وقتی شوهرم وفات نمود مشکلات سر دچار بسیار مشکلات شدم. کسی مرا به گفتن که دفتر افغانای ما از افغان کلیشن است. آمدم در اینجا. اینا مرا راهنمایی کردن که من چه قسم زندگی خود پیش ببرم و چه قسم زندگی خود انجام بدم، چه قسم اطفلای خود برسانم. خب ما از روز اینجا از سال 2005 اینجا آمدیم. من از افغان کلیشن کمک میشم. من بسیار خوشحال هستم. هم کارهای اون تیکیر من هم کارهای
هاوزینگ ما کل کارایم بعضی پیپر ورکایم که میایم خواندنم میتونم پیشم افغان کالیشن میارم اینا رو میدم اینا برای ما کمک میشه. ما بسیار خوش هستم از پیش از اینا تشکری میکنم. طوری که به همگان هویداس که پیغمبر اسلام یگانه پیغمبر است که در فراگیری دانش و استفاده مفید از آن تاکید کرده است و نقل قول های نیز در مورد وجود دارد. به طور مثال توانایی در دانایی است. ما گفتار پیغمبر اسلام را محق و سرلحه کار خود قرار داده و افراد جامعه افغانی را بر فرا گرفتن لسان انگلیسی و کامپیوتر نیز کمک می نماید. اکثر فامیل هایی که در اتحادی افغان ها برای جلب کمک مراجعه می نمایند توانایی سخن گفتن به لسان انگلیسی را ندارند. بنابراین ما کوشش می نماییم تا مراجعین احساس کمبود نکرده و مشکلات خود را به طرق لازم با ما در میان گذارند. بر من یاد دادن که چه قسمی پاکت کنم، چه قسمی بفروشم و چه قسم به امرای مردم حرف بزنم. ولی بزنس کردن از خود یک طریقه داره، ولی من نمی فهمیدم بخاطر که من در افغانستان نکرده بودم این کارها را. و بزنس در افغان کالیشن یاد گرفتیم، انگلیسی رو در افغان کالیشن یاد گرفتیم، مالی و جانی و همه چیز که بگویم بر ما کمک کردن و میکنن. واقعا زنای خوبه، زنای مهربان است. ما میزبان محافل گوناگون در طول یک سال هستیم. به طور مثال فستیوال سیهی که معمولا برای افرادی که در قسمت صحت سوال دارن، در این فستیوال به سوالهای آنها جواب داده می شود و منابع سیهی که در مورد وجود دارد جهت آشناییشان و دسترسشان قرار می دهیم. باید علاوه نمود که با همکاری دانشگاه برکلی ما اساس یک پروگرام سیهی را به خاطر دریافت علت سرطان سینه در بین خانم های افغان بنیاد نهاده ایم که اثرات مفید برای آینده زنان افغان و فامیل هایشان خواهد داشت. این برنامه صحت سینه به اتفاق اتحادیه افغان ها و دانشگاه برکلی تأسیس شده و ما امید داریم که با همکاری شما بتونیم این برنامه رو در تمام آمریکا و حتی در افغانستان به راه بیاندازیم. تشکر، خداحافظ. بهتر از همه چیزش این بود که ما در اینجا آمدیم، سرگرم شدیم، گوش ما باز شد، چشم ما باز شد، شناختیم که چی حق و حقوق داریم، چه قسم از حق و حقوق خود استفاده کنیم. و اما هر پرابلم را که مثلا در خانه می داشته باشیم، مشکلاتی که داریم که هر خانواده و هر فامیلی را داره، یک هم صحبت میشیم، یک رای درست نشان ما میتن، یک نصیحت ما میکنن، اونمو مشکل ما را حل میکنه و امو پرابلم ما را حل میشه. برای معلومات بیشتر راجع به پروگرام های اتحادی افغان ها شما میتوانید به شماره تلفن 510-745-1680 و یا به وبسایت www.afghancoalition.org با ما به تماس شوید.